خب درود بر شما. امروز روز چهارشنبه است و برنامه اینستاگرام یه خبر هم براتون دارم که امروز ساعت اول برنامه مستقیما از کلاب هاوس هم پخش خواهد شد. کسایی که تو کلاب هاوس هستید اونجا من دعوتنامه فرستادم، اگه من تعقیب میکنین میتونین برین از حالا صندلیاتون رو بگیرین که صندلیات جاتون رو رزرو نکنن. بستنی هم توضیح میشه امروز تو کلاب هاوس، بستنی اکبر اونجا میدن. البته چون 10 صبح وقت ماست دیگه به نهار و صبح اینا نمیخوره، پس هم بستنی زعفرانی اکبر مشتی در کلاب هاوس. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر آقای همایون عزیز، در خدمتتونم. بفرمایید. من ببخشید میتونم صورتم رو شما ولی تازه خواب بیدار شدم. نه هر جور راحتی. عزیز دلی ازم بزرگ، من یه سال چندین وقته که فکرم مشغول کرده، شاید ربط زیاد به جریانات اخیر نداشته باشه، ولی میخواستم بدونم چرا این آیات عظام همشون پسوند یه نام ایرانی یدک میکشن. نام ایرانی یدک میکشن؟ نام شهر ایرانو. شهر ایرانو. خب برای اینی که ببین این یه چیز روانی داره، برای اینکه هر آدمی وقتی میخواد یک پایگاهی درست بکنه اول سعی میکنه با مطرح کردن یک محل جغرافیایی اهالی اون محل رو به خودش متعهد بکنه. وقتی مثلا میگن حاج حسین قمی، اهالی قم فکر میکنن هرچی این بزرگتر بشه برای اونا منفعت بیشتری خواهند داشت، لذا اون آدم میتونه از این منفعت و از این آدم ها برای کار خودش استفاده. برای که اینا بحث کنم، برای که اینا رو وقتی آدم میذاره تاریخ قبلشون بخونه اصلا هیچ کدومشون اسم شهر یا یدک نمیکشیدن. درسته. نه اینا اضافه میکنن برای که اون منطقه رو بتونن از به قول معروف نسبت به خودشون حساس بکنن. خیلی ممنونم. تمام جان. خب نفر بعدی بفرمایید. درود. سلام جناب. درود بر شما، بفرمایید. شما درود آقا. درود آقا، خسته نباشید. در خدمتتونم. آقا مایون، من فکر می‌کنم این قضیه چین و اینا اصلا کلاً زیر سر روسیه است. یعنی در اصل کلاً فقط روسیه است که این مسئله خودش هم جلو نیومده، چین رو انداخته جلو. خاطر مسائل مالی که با ایران داشت نیومده جلو، چین انداخته جلو. اینا همش به نظر من یه بالماسکیه. خب من توضیح میدم بهتون. ببین نه، یه توافقی در اندازه توافق چین شما علم به یقین بدونید یک توافق بین المللی است. یعنی جهان نشست، گلوبالیست ها نشستن با هم توافق کردن که این امتیاز رو ایران به چین بده، در قبالش فلان امتیاز رو به روسا بده، در قبالش فلان امتیاز رو به امریکایی‌ها بده. من به شما قول میدم به زودی قرارداد توافق بین ایران و امریکا برقرار میشه، هر دو به برجام برمیگردن و این در حقیقت باجی بود که امریکایی‌ها از جیب ملت ایران به چینی‌ها دادن. یعنی کاری کردن چین بره این قرارداد با ایران ببنده، در قبال این چین رو ایران رو وادار کنه که با امریکایی‌ها سر میز مذاکره بشینن و قرارداد ببندن. خب نفر بعدی در خدمتتونم. سلام آقای مایو. جان بفرمایید. آقای مایو، می‌خواستم نظرتون رو در مورد این قراردادی که قرارداد انجام بگیره می‌خواستم بپرسم. بعد یکی این که این آقای پدر بزرگوار این خانم رخسان گنجی برنامه‌شون رو دیدم که خیلی جالب بود صحبت‌هاشون. بعد فرمودن که این قرارداد علی هرچیه تا به تصویب مجلس نرسه اعتبار قانونی نداره. اینو می‌خواستم در مورد هر قراری که ایران با خارج از ایران بخواد بذاره، هر دولت ایران با هر دولت دیگری بخواد بذاره، حتما باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسه. در گذشتم اینطور بوده، در گذشتم مثلا در سال 1919 وثوق الدوله میاد با انگلیسا یه قرار رو امضا میکنه، اما وقتی به پای مجلس میرسه مجلس موافقت نمیکنه. ولی من نمیدونم الان تو مجلس ما اونقدر آدم حسابی وجود داشته باشه که در مقابل این قرارداد بخوان بایستن.
بله ممنون، تشکر، سپاسگزارم. خب جانم بفرمایید. درود جونم عزیزم، بفرمایید، در خدمتتونم. اسکیزش بردم. درود آقای همایون. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. اصلا نباشید جانم عزیزم، بفرمایید. چند سری اومدم بالا ولی همش ناموفق بوده. خب خوشحالم موفق، بفرمایید. چندین سال دارم برنامهاتون گوش میکنم، قبلا با ماهواره نگاه میکنم، الان که دیگه با گوشی. یه سوال داشتم، من برنامه ای که تلویزیونتون با گوشی بخوای بازدید کنی ندارید؟ نمیفهمید همین چرا دیگه؟ فقط همین مثلا مثل من و تو مثلا یه چیز خاصی داشته باشه که چرا دیگه؟ شما من و تو رو با اپش میبینید تو گوشیتون؟ تقریبا مز مقال. خب الان ما هم اپ داریم تو همونجا مثل من و تو، عرضم به حضورتون کانال یک با کی. گوشیتون اندروید یا اپله؟ اندروید. اوکی، برید توی اون فروشگاه استور مال اپا، بزنید کانال بس. یک با کی، K-A-N کانال یک، مثل این من و تو میاد، همیشه میتونید استفاده کنید. بعد یه صحبت داشتم، من خیلی واقعا ما اعصابم به هم میریزه از این تفرقه که تو مردم هست، تفرقه که تو مخالفین هست. متاسفانه با اینکه الان عوض اینکه مثلا اکثرشون فکرشون رو این بزن که چطوری از دست این حکومتی که برای کارگرها ظلم میکنه، برای همه داره ظلم میکنه، از این نجات پیدا کنیم، همه با هم اختلاف میده کردن. حالا مثلا یکیش همین خونوت من صحبته آقای شریعت مداری. شما چند سالتونه؟ من 43 سال. پدرتون در قید حیاته؟ بله بله. خیلی خوب، پدر بزرگتون چی؟ نه یادتون میاد پدر بزرگتون؟ تقریبا. من یه چیز بگم، چون یه چیزی بگم بگو. ببین الان شما میخوای بگی مثلا ما به شاه خیانت کردیم، درسته؟ نه عزیز، من به شاه کاری ندارم، گوش بده. آخه من نیتمندی که نکن که. ببین شما وقتی خانوادتون بزرگترش بود، اون پدر بزرگ بود، تعداد فامیلایی که شما در سال میدیدی تو مهمونی ها تو فلان، مثلا 100 نفر بود اعضای فامیلت. عمتو میدیدی، دختر عمتو میدیدی، نوه عموتو میدیدی، اینا رو میدیدی. پدر بزرگی که مرد، الان پدرت که خوشبختانه در قید حیاته، شما باعث میشه شما خواهرت، خواهرزاده هاتو ببینید. وقتی که دور از جون آدم پدرش هم از دست میده، باز ارتباطات فامیلی باز کمتر و محدودتر میشه. جامعه ما امروز یه بزرگتر نداره، ما یه بزرگتر میخوام. اصلا بحث شاه نیست، یه آدمی که من قبول داشته باشم، شما قبول داشته باشیم، اون یکی هم قبول داشته باشه، اون یکی هم قبول داشته باشه. آقا من آقای شاهزاده رو همه قبول دارن حالا، ولی نمیدونم چرا. مثلا یه صحبتی هم من بود دیدم که حالا نمیدونم چقدر درست باشه، چه یه تحلیل بود که خانومش یه مقدار مثلا نمیذاره بیاد و نه خودش هم اعلام کرده، گفته آقا من نمیخوام. فامیل خانومش با پایا در ارتباطه؟ نه نه از من، خود ایشون هم اعلام کرده فعلا، مگه نمیدونم، ایشون هم اعلام کرده آقا برید کار خودتون رو بکنید، من نمیخوام توی هیچ کار جریان سیاسی عملیاتی حضور داشته باشم. و متاسفانه مردم ما یه مقدار ببین هم بیخیال شدن. خب از یه ور مثلا نمیدونم، شاید هم حق داشته باشم، چون هی مثلا این رفته اون اومده تو رئیس جمهورای ایران، بعد اومده بدتر، بعد رفته بدتر اومده، اینجوری دل سرد شدن اصلا نسبت به سیاست. یه مقدارم مثلا اون سطح سواد، البته اینو بگم که خیلی ها هستن واقعا وایستادن، پای کار هستن، دارن زحمت میکشن، ولی اون یه قشر اکثریت مردم نمیدونم نسبت به آینده کشور، نسبت به سیاست دل سرد شدن. حالا
اینو از چه طریقی این مردم باید مثلا اول بیاری باس آشنا کنی با سیاست، اول بگی آقا این سیاست در همه چیه تو تأثیر داره، در راه تو، در آب تو، در برق تو، در همه چیه تو اثرگذاره. حالا دیگه زیادم وقتتو نگیرم. ممنونم ازت، مرسی. بله حرفات درسته، مرسی، متشکرم. خب دوست بعدیمون بفهمید. یه دوستی نوشته منو بیاد دو کلمه حرف حساب بزنم. علی جانم عزیزم بفهمید. در خدمتتون هستم. سلام. بله قربان بفهمید. سلام سلام. سلام صدای منو دارین؟ جناب همایون عزیز سلام، سلام و ارادت خدمت شما. من از ایران هستم، از شیراز. بله بله بفرمایید. صدا استاد سلام. ببخشید چی میفرمایید؟ بله میفرمایید مردم خستن. خب نصف سیر زندگیش رو، آبروش رو، عزتش رو حفظ بکنه در جامعه و زندگیش رو، زن و بچهش رو اداره بکنه. مردم از یک طرف دیگه به خاطر تجربه 57 تابی که دزدیده شده میترسند که یک تکراری بکنند که یک بار دیگه انقلاب از توسطش اشخاصی دزدیده بشه و بدتر اندر به قول معروف از چاه به چنبه بشن. و فهمش درست معلوم جواب بدن شما. تکا خان بفهمید، شما بفهمید، من یه جا جواب بدم. درود بر شما. درود بر شما. نازنینم استاد. نازنین جان چطوری؟ مرسی خوبم. شما خوبین؟ منم عزیزم. استاد من یه سوال داشتم. الان که دیگه قرارداد چین رو حالا صحبت شده ببندن نه، و من نمیدونم، حالا امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی سوال من اینه اگه این اتفاق افتاد و این قرارداد بسته شد و ما بیچاره شدیم، اگه این دولت، این رژیم بره، امکانش هست این قرارداد رو منتفی کنیم؟ یعنی مثل ترکمنچای نشه؟ ببین دو تا حالت داره. اگر رژیم بعدی که میخواد بیاد سر کار مثل کره شمالی بخواد عمل کنه، یعنی با دنیا کار نداشته باشه، بله همه قرارداد رو میتونه به هم بزنه. اما اگر نه، یه دولتی باشه معقول باشه، باید پابند به تعهدات دولت‌های قبلی و حکومت‌های قبلی باشه، کمان که در مورد ترکمنچای حکومت های بعدی مجبور شدن که به این قرارداد تن بدن. اما گفتی اگر قرارداد بسته بشه و اگر ما بیچاره بشیم، من میخوام بهت خبر بدم قرارداد چین بسته شده، یعنی تبعاتش، عملیات اجراییش الان داره اتفاق میفته. من صبح کلیپی دیدم از خلیج فارس، اینا ماهیگیری که دارن در خلیج فارس میکنن، یعنی دارن خلیج فارس رو جمع میکنن میبرن، و خدا میدونه چه اتفاق من دنیا چرا خفه خون گرفته، چه اتفاق محیط زیستی داره در خلیج فارس میفته، در چابهار همینطور. اینا در کیش وارد شدن الان. من نمیدونم قرار داده که هنو مجلس تصمیم نکرده چجوری این اتفاقات داره میفته، ولی بله جواب اینه که حکومت بعدی مجبورن به این قرارداد پابند بمونن. خب اینجوری که ایران از بین میره که هیچ کاری نمیشه کرد. چرا من شما بقیه بخوام کاری بکنیم؟ همین امروز میتونیم کاری کنیم، یه ماه دیگه هم آقای خامنه‌ای رو تو خونه‌اش نشونده باشیم. چرا نمیتونیم کنیم؟ ولی اراده میخواد. اراده وقتی مردم اعتراض میکنن صحبت صحبتتون رو قطع میکنم، ببخشید. وقتی مردم اعتراض طرف کار داره، خانواده طرف رو از هم میپاشه، ما هم کشته تو همین شیراز خودمون ندادیم، ما حرف زدیم، ما ملتیم که بالاخره ما تو مت گوش بده، اشکال کار اینه هستیم و اشکال با گوشت و پوستمون داریم. این چه موافقین چه ما هم شعار میدن،
وقتی وارد کار عملیاتی بشیم، شما وقتی میخوای یه خورشت قیمه درست بکنی، هی نمیتونی بیای بشینی میگی آقا قیمه اینجور قیمه اونجور، باید بری گوش بخری، لپه بخری، رب بخری، لیموانی بخری، بیار وایس پیاز بخری، آب داشته باشی بیار تو آشپزخونه. شما وقتی میخوای انقلاب بکنی اینجوری نیست که الان بگیم آقا مردم بریزین تو خیابون. گوش بده عزیزم، گوش بده مردم بریزین. جونم به صداتون رو نداشتم. بشینی به مردم بگی آقا مردم بریزین تو خیابون، این مقدماتی میخواد، این یه شورای انقلاب میخواد، این یه تلویزیون قدرتمند میخواد، بله همینو میگم، این یه رسانه ملی میخواد، این یه صدایی میخواد که همه مردم، بله این یه اینستاگرامی میخواد که به جای 390 نفر 390 هزار نفر توش باشن، بعد اون اتفاق میفته. ولی از حالا مردم برن تو خیابون معلوم سینه هاشون سپر از گلوله های مأمور رژیم بشه. جناب کاملا درسته صحبت شما، کاملا فرمایش شما متینه. متاسفانه هر کس، شما استاد همه هستید، متاسفانه هر کس یک لایوی به یه 10-20 نفر 50 نفر 100 نفر رو داره. جناب همایون، خب شما میفرمایید که قرار نیست ما از جای پول بگیریم و حمایت کنیم. ما میدونیم آقای خمینی وقتی اومد تو ایران پول داشت که اومد انقلاب کرد، بدون پول نمیشه انقلاب کرد، بدون پول نمیشه کارها رو پیش برد. آیا ما ثروتمندان ایرانی نداریم در نیست که اپوزیسیون یک پلتهیه بکنه؟ گوش بده انقلابی که با اونجور پولا بفرم و اون بی بی سی اتفاق بیفته نتیجهش این میشه که شما این میکنه. اگر بله درسته. من با پول ملت ایران درسته درسته اما بدون پولم جواب همایون نمیشه کار. نفهمیدم. بدون پولم جواب مایو نمیشه کار کرد و من از شما به عنوان استاد بزرگ من میخوام برم پایین و وقتتون رو نگیرم. تو برو پایین جونم. دوست عزیز من، یه روزی این وزارت دفاع آمریکا اومد اینجا به ما که به ما پول بده. گفتم آقا جان شما دارید به ما توهین میکنید، ما ملت ثروتمندی هستیم، مردم ما 5 روز میرن لاس وگاس ایام ژانویه، 5 روز میرن لاس وگاس 35 میلیون دلار خرج میکنن، تو الان به من 30 میلیون دلار بده من فردا تو ایران انقلاب کنم. بگو نازنین جان. استاد لطف کردید، امیدوارم یه اتفاقی بیفته اینا از بین برن، چون واقعا وحشتناک تبعات بروده، یعنی فکر کنم از حمله عربا به ایران وحشتناکتر بشه این اتفاقی که قرار بیفته. نازنین جان من ساعت 10 برنامه‌ام که شروع شد تو کلاب هاوس خواهم بود، اگر آشنا هستن کسایی که تو هست تو داستان کلاب هاوس برید اونجا و از اون طریق هم دنبال بکنید. یه تو کلاب هاوس هم یه دونه اتاق باز کرده من از ساعت 10 اونجا هم دیدم. ممنونم ازتون، فردا با همتون. مرسی، لطف کردید، سپاسگزارم. نازنین جان